سلام همگی، امیدوارم چلتون خوب باشه. بچه ها قبل از هر چیز برای حمایت از من اولی ویدیو لایک کن، نه سب لایک کن دیگه. مرسی بسر. بچه ها اول از همه خواستم یه خبر خیلی خوب بهتون بدم، این اینستاگراممون هم 30,000 تایی شد. هورا، بالاخره 30,000 تایی شدیم و چنل یوتیوبمون هم نزدیک به 5,000 تا ساب هست و این خبر خیلی خوشحال کننده ای. به امید روزهای بهتر در کنار شما عزیزای دلم. بچا قبل از هر چیز میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم، من تمام کامنت هایی که شما داخل ویدیوهای یوتیوب هم میذارید رو همه رو خودم جواب میدم و ادمین ندارم، این رو بدونید، و همه کامنتاتون رو لایک میکنم و نظراتون رو میبینم و جواب میدم. اگر 1% بوده، حالا اگر کسی که من جواب کامنتش رو ندادم میتونید کامنت بذارید. بچه ها دوست دارم از این 1,000 نفر که حالا دارم بازدید میکنن یا حالا کمتر یا بیشتر، دوست دارم کامنت بذارید برام و اولین نظرسنجی که حالا داخل این ویدیو میخوام بهتون بدم و شرکت بکنید، بهترین گان فیوریتتون که عاشقشید و واقعا باهاش حال میکنید رو حتما حتما داخل همین کامنت های ویدیو برام بنویسید که ببینم چقدر طرفدار داریم و کدوماتون مثلا بیشترین طرفدار رو نسبت به اون گان دارید، و دوست دارم که نظرتون رو بدونم. اگر گانی بود که واقعا خیلی باهاش حال میکنید رو حتما حتما توی کامنت ها برام بنویسید. خب بچه ها، این گانی که دارید میبینید اسمش M13 هست و یه فرقی که با تایپ 25 داره اینه که خشابش بیشتره و دقتش هم بیشتره و دیگه ردات نیاز نداره. توی در واقع تایپ 25 شما تیرتون زودتر تمام شد و باید ردات میداختید، دقتتون رو برد بالاتر، ولی M13 اینجوری نیست. M13 خیلی بچه بهتر از تایپه و با 3-4 تا تیر قدمی درجا کیل میشه. شما میتونید با 5 تاگانی که بهتون معرفی کردم داخل چنل یوتیوبم، این 5 تاگان اخیر نمیدونم دیدید یا نه، یکی از بچه‌ها بود که میگفت علی اگزو من با گان مناوارتون نوک زدم و این یه خبر خیلی خوشحال کننده بود و دوست دارم که همتون پیشرفت کنید و واقعا آرزوی من همینه که شما بتونید پرچم مولتی ایران رو برید بالاتر. حالا من کوچکترین کاریه که دارم در حق شما میکنم و امیدوارم که شما هم بتونید موفق باشید هر جا که هستید. خلاصه حالا کاری به گان مناوار نداریم، 5 تا گانی که باز میشه شما سریعتر رنگ کاپ کنید و کاپتون رو لجت کنید و از شر این کاتانا ها و نمیدونم اینجور داستان راحت شید. اولین گانی که میخوام بگم یکیش پی پی اس چه که ویدیوهای قبلیه، بعدیش پی پی 19 بایزنه، یاد نره، بعدیش M13، بعدیش تای 25 و بعدیش هولگره. این 5 تا گانیه که بچه باور کنید رنگتون رو لژند میکنه، ولی شما حتما توی نظرسنجی که گفتم شرکت میکنید گان خودتون رو بنویسید، حتی اگر گانی هم که نرفه نرف باشه مهم نیست. من دوست دارم ببینم نظر شما راجع به گانایی که حالا مثلا باش حال میکنید چیه. من خودم به شخص عاشق KN44 بودم، من 9 تا سیزن بود عاشق KN بودم، 9 تا از سیزن 1 که پلی میدادم تا حالا سیزنهای قبلتر نسبت به الان من KN44 پلی میدادم، در واقع دایموندش رو هم بازی میکردم، خیلی خوشگل بود، ولی خب یه انقدر نرف شد که دیگه در واقع خیلی ازش استفاده نکردن. ولی شما هم حتما ببینم، دوست دارم بدونم چه گانی مورد علاقتون و حتما توی کامنت برام بنویسید. بچه ها چنل یوتیوب ما همطور که میدونید فارسی شد و خدا رو شکر داره پیشرفت خوبی رو داره و دوست دارم که پیشرفتش بیشتر باشه. یکم بچه ها حمایت بیشتر و انرژی بیشتر، کامنت هم اگر میذارید بچه ها کامنت های زیاد نذارید داخل چنل، به خاطر اینکه ربات حساب میشه و یوتیوب شک میکنه. اگر حالا خیلی یار دیدم واقعا لطف دارم من، قربونتون برم، من انقدر قلب میذارید آدم شرمندتون میشه به خدا. دوست دارم که همه رو جواب بدم، فقط اگر میشه 1 یا 2 یا 3 تا کامنت نهایت بیشتر برای من نذارید، ولی خب نظرسنجی ها هیچ ربطی نداره، نظرسنجی ها شرکت کنید، ولی کلا اگر دوست دارید کامنتی بذارید ترجیحاً 1 یا 2 یا 3 باشه، بیشتر نباشه که یوتیوب در واقع ربات شما رو تشخیص نده. بچه ها یه ضربه‌ای که حالا خودم خورده بودم این بود که ضربه که نه
من چون فعالیت اصلیم داخل یوتیوب بود، خیلی ها هنوز منو نمیشناسن و باور نمیکنن که علی اگزایی هم توی این چنل ها هست. به خاطر چی اینو دارم میگم؟ به خاطر اینکه یه سری افراد دارن با ویدیوهای فیک، با کلیک بیت و از این جور داستانا دارن میان بالا. نمیدونم اسمشون رو، نمیخوام اشاره کنم اینجا، ولی کلیک بیت بچه ها خیلی چیز مزخرفیه و اکثرا دارن با کلیک بیت میان بالا. یعنی مثلا تامنیل یا همون کاور ویدیو یه چیز دیگه است، شما میزنید روش میبینید پس این چی بود، این چی داره میگه. و من اصلا از تامنیل های فیک و در واقع کلیک بیت استفاده نکردم، دوست ندارم و امیدوارم که خداوند حقم رو بهم پس بده، چون واقعا دوست داشتم سالم بیام بالا. اینستاگرام هم 30,000 تایی شد به لطف شما و اصلا نه حاشیه بود و نه در واقع کلیک بیتی. خدا رو سر هزار مرتبه شکر میکنم و دوست دارم که بچه‌ها شما حمایت کنید کانالمون رو، چون محتوایی که میذارم واقعا مفید به نظر خودم، امیدوارم که به نظر شما هم مفید باشه. اگر واقعا از کانال من راضی هستید، من دستتون رو میبوسم که حتما حتما واقعا اولین شرط من این بوده که شما راضی باشید. این هم از اتچمنت M13، امیدوارم که استفاده کنید و لذت ببرید. بچه ها توی دامین و هارد پوینت سعی کنید که مپایی که خیلی خیلی اوپنن و بازن در کنار کاوراتون حرکت کنید و اگر سمت چپ رو ایم گرفتید، همون سمت چپ رو که ایم نمیخواد بگیرید. بچه من خیلی ها رو دیدم فقط دارن یه طرف رو خط میگیرن، سریع باید جابجا شید، موومنت برید و همه طرفای مپ رو بزنید. ببین من الان یه نفر رو اینجا زدم، سریع میرم جای دیگه. ببین باید برید تو ریسپان، ببین این ریسپان مال انمیه، شما باید ریسپانر رو بگیرید. الان دوباره از اینجا ریسپان میشن، نگاه کن، یه دفعه که از بک ریسپان نمیشه، از همون جایی که یه نفر داره ریسپان میشه ریسپان میشن بقیه یاراشون. شما همونجا رو قشنگ خط بگیرید مثل من، نگاه کن چقدر راحت دارم اینجا قشنگ تو مپشون راه میرم. دیگه نگاه کن با پردیستنس مار زدم دیگه. خلاصه که دوست دارم بچه‌ها شما لذت ببرید. دم همتون گرم بچه‌ها، عشق منید. برای ویدیو بعدی هم حتما حتما بهم بگید چی براتون بذارم. و خلاصه که عشق منید. آقا تا ویدیوی بعدی پس فعلا خدافظ. 2 ماه دیگه بچه ها، بازم تأکید میکنم 2 ماه دیگه خدمت من رو تموم میشه. ویدیوهای جنجالی داریم، ویدیوهای بعدی هم که حالا به زودی میخوام اپلود کنم، یه گیمپلی آلکاتراز خیلی خفنه بتل رویاله که نگید علی اگزو تو چرا بتل بازی نمی کنی. حالا نگاه کن ببین، من دلیل نمیشه حالا بازی نکردم یعنی من توی بتل نوبم. اتفاقا من 1 سال پابجی موبایل حرفه‌ای بازی کردم، بتل رویال یه کالاپ که برام هیچیه. حتما حتما پس ویدیوام رو ببینید، چه نظر سنجی هم که گفتم شرکت کنید، لایک کامنت و سابسکرایب بهتون نره. عشقید، عاشقتونم، دم همتون میگم که تا الان با من هم بود. فعلا خدا نگهدار.